پژوهشگران انستیتوی ملی بهداشت آمریکا میگویند ساختار مولکولی ویروس زیکا را شناسایی کرده و احتمال میدهند که یکی از پروتئین‌های این ویروس عامل ایجاد میکروسفالی باشد. CDC مرکز کنترل و پیشگیری بیماری‌ها در آمریکا هم روز جمعه درخواست نشست اضطراری برای تامین بودجه و تهیه نقشه عملیاتی ایالت‌های در معرض خطر در آمریکا شده. شیده رضایی گزارش می‌دهد. در آمریکا فصل گرما و هجوم پشه‌ها در ایالت‌های جنوبی به زودی آغاز می‌شود. این ایالت‌ها و پورتوریکو به لحاظ اقلیمی و وجود حشرات مشابه کشورهای آمریکای لاتین و حوزه دریای کارائیب هستند. اما مردم این مناطق برخلاف لاتین تبارها نسبت به ویروس زیکا ایمنی ندارند. دکتر تام فریدن در نشست دیروز CDC از ایالت‌ها خواست جزئیات برنامه کنترل زیکا را پیش از فرارسیدن ماه ژوئن طراحی و اجرا کنند. کاهش ریسک برای زنان حامله به منظور تامین سلامت نسل آینده کشور اهمیت حیاتی دارد. زیکا در حال حاضر به آمریکا و مناطق تحت حاکمیت سیاسی ما رسیده و صدها نفر از هموطنان ما طی مسافرت به کشورهای همجوار به ویروس زیکا آلوده شدند. در پورتوریکو احتمال داده می شود هزاران زن حامله در معرض خطر آلودگی به زیکا باشند و ما نیاز به اقدام فوری داریم. در همین حال متخصصان ویروس شناسی دانشگاه پرودوی آمریکا و انستیتوی ملی بهداشت دیروز اعلام کردند نقشه اتمی ویروس زیکا و گلیکوپروتئین کلیدی ای را در سطح خارجی ویروس شناسایی کرده و احتمال می‌دهند که این پروتئین قابلیت حمله و آسیب رسانی به سلول‌های عصبی را دارد. شواهد علمی کافی برای ارتباط میکروسفالی و ویروس زیکا وجود دارد و متاسفانه نقص مادرزادی ناشی از آلودگی به این ویروس فقط اندازه سر و جمجمه را کوچک نمی کند، بلکه موجب رشد ناقص مغز و توانایی های عقلی کودکان می شود. دانشمندان می گویند ویروس زیکا مشابه ویروس تب دانک و چیکونگونیا است و گلیکوپروتئین ای شناسایی شده در سطح ویروس زیکا تمایل به چسبیدن به نورون ها یا سلول های عصبی را دارد و به همین دلیل است که در بزرگسالان فلج حاد گلنباره و در جنین میکروسفالی ایجاد می کند. آنها امیدوارند شناسایی این پروتئین منجر به تولید واکسن یا دارو شود. با این همه دکتر تام فریدن میگوید CDC بودجه کافی برای مبارزه سراسری با زیکا را در اختیار ندارد. او در نشست دیروز از ایالت‌ها خواست تا از نمایندگان خود در کنگره بخواهند 2 میلیارد دلار بودجه درخواست شده توسط دولت باراک اوباما را سریع‌تر تصویب کنند. شیده رضایی، صدای آمریکا.